سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما هموطنان و دوستان عزیزم. امیدوارم هر جایی که هستید در این جهان پهناور خوب و خوش و سلامت باشید و در کنار خانواده هاتون با شادی و شادمانی به سر ببرید. امروز در سومین برنامه چهره ها هستیم. خیلی خیلی خوش آمدید به این برنامه. امیدوارم که هر جایی که هستید مشتاقانه منتظر ادامه دادن به این برنامه باشید. خدمتتون بگم که هفته گذشته ما یک کمی اشکال داشتیم در مورد تلفن هامون، ولی خدا رو شکر این هفته تلفن ها همه آماده است و ما منتظر تلفن های شما عزیزان هستیم که بتونیم با هم در تماس باشیم، صحبت بکنیم و سوالی بکنیم، اگر که چیزی داریم با هم در میون بذاریم. راستی میخواستم از شما بپرسم که آیا تا به حال شده توی جمعی باشین و حالا این جمع ممکنه توی مدرسه باشه، ممکنه توی فامیلی باشه، جمع دوستی باشه، جمع کاری باشه یا هر جمعی، آیا تا به حال شده شخصی وارد این جمع بشه و شما از همون لحظه اول که این شخص رو میبینید یه ترسی داشته باشین، یه حالتی باشه که نخواهید خودتون رو بهش نزدیک بکنید و یا جایی که اون شخص هست خودتون رو همیشه کنار بکشید، حرفی نزنید چون میترسید اگه حرفی بزنید نکنه یه چیزی بگید که غلط باشه یا نکنه یه چیزی بگید که کمتر از دانش اون طرف باشه و یا همیشه احساس میکنید که یه احساس خودکمبینی میکنید، احساس میکنید که اون از شما بالاتره. آیا تا به حال شده براتون یه همچه اتفاق بیفته؟ نویسنده اون کتابی که درباره‌اش صحبت کردم و گفتم که راجب اون کتاب میخوام صحبت بکنم در یک همچی موقعیتی قرار گرفت. میگه که سالهای آخر مدرسهش بوده و خانومی از کالج دیگه ترانسفر میشه توی کالج ایشون. این خانم بسیار خانم ایمانداری بوده، خیلی پرقدرت و قوی و با ایمان بسیار قوی و در خدمت خداوند بوده همیشه. در اون موقع این آقای نویسنده این کتاب 3 سال بوده که تازه مسیحی شده بوده و خیلی دلش میخواسته که خیلی قوی باشه در خداوند، با ایمان باشه در خداوند و یاد بگیره همه چیز رو و در خداوند خدمت بکنه. ولی از زمانی که این خانم وارد این گروه شد که این گروه خدمت شده بود، این آقا از ایشون اون ترس رو داشت و همیشه خودش رو کنار میکشید و همیشه یه کاری میکرد که زیاد با او در ارتباط نباشه، توی جمع یا صحبت نکنه، اگر سوالی میکنه یه جواب کوتاهی بده و اگرم جوابی میداده بعد به خودش میگفته آه چرا من این جوابو دادم، نکنه این جوابی که من دادم غلط بوده. به هر حال این حالت 2 سال طول میکشه. بعد از 2 سال روزی این خانم احتیاج داشته که کسی او رو برسونه به منزلش و از این آقا خواهش میکنه که آیا میتونه ایشون رو به منزلش برسونه و این آقا خب به عنوان یک مسیحی که باید خدمت بکنه به دیگران میگه چشم، من این کارو میکنم، میرسونم شما رو. ولی تو دلش همش فکر میکرده که چی میخواد الان بشه و چی کار میتونه بکنه، چجوری از فرار بکنه، ولی چون نمیتونسته که جایی بره، چون یه ماشین فولکس بسیار کوچیک داشته و میگفت هیچ جای فراری برام دیگه نبود. به هر حال اون خانم رو سوار میکنه که برسونه به منزلش و 10 دقیقه اول همه چی بسیار ساکت و خیلی آروم و سرد پیش میرفته، تا اینکه خانم ازش میپرسه که میتونم یه سوالی ازت بکنم؟ ایشون میگه بله. میگه که من از روز اولی که شما رو دیدم یک احساس ترسی داشتم، یک احساسی داشتم که نمیخواستم اصلا در جمعی که شما هستی من باشم یا اگر صحبتی میشد دلم نمیخواست حرفی بزنم. ناقه ازش میپرسه که راست میگی تو یا داری شوخی میکنی؟ میگه نه واقعا میگم. میخنده و میگه چون همین حالت رو، دقیقا همین حالت رو من نسبت به تو داشتم. اینجا نتیجه‌ای که نویسنده این کتاب میگیره این هستش که تصورات غلطی که ما داریم چقدر میتونه رابطه های ما رو سرد بکنه و این حالتی که این تصور اشتباهی که این آقا از اون خانم داشت و اون خانم از این آقا داشت یک دیوار بزرگ و یه سد بزرگی بین اونها کشیده بود و ایشون میگه که اگر که ما از اول همدیگر رو بیشتر شناخته بودیم چقدر میتونستیم راحت تر با همدیگه این ارتباط رو برقرار کنیم و چقدر راحت تر میتونستیم خدمت بزرگتری انجام بدیم. خب عزیزان، حالا من از شما یک سوالی دارم.
که این سوال من این هستش که آیا شما وقتی که به عیسی مسیح فکر میکنید چه تصویری از او در ذهن شما نقش میبنده؟ پس سوالم این بود که وقتی شما به عیسی مسیح فکر میکنید چه تصویری از او در ذهن شما نقش میبنده؟ آیا او رو به عنوان یک پلیس خشن میبینید، یک پلیس قد بلند خیلی قوی هیکل میبینید؟ اگر اونو به این صورت ببینید و همیشه در کنارش خیلی یواش و محتاطانه میخوای رد بشید و همیشه مواظبید که نکنه با باتونش الان بزنه به من، اگر اونو به عنوان یک قاضی عصبانی و بد اخلاق میبینید، همیشه خودتون رو در مقابل اون یک آدم گناهکار میدونید، یک آدم خطاکار میدونید و هیچ وقت نمیتونید خودتون رو از این گناه دور بکنید و هیچ وقت خودتون رو نمیتونید خالی از این ببینید. و یا اینکه اگر او رو به عنوان یک کسی میبینید که سخت باهاش این ارتباط رو برقرار کردن، میخوایم ببینیم که واقعا چرا این حالت رو برای ما پیش میاد و ما از این رابطه، اگر که بخوایم این رابطه رو درست کنیم، چی میخوایم به دست بیاریم. بعضی وقتا سوال میکنیم که یعنی من از شما میخوام الان باز این سوال بکنم که شما اگر بخواید برای خداوند رو در یک جمله معرفی کنید چی میگید؟ از خدا چی میدونید؟ شاید خیلی ها بگن که خداوند عشقه، خدا محبته، خدا عادله، خدا نیکه، قدرتمنده، همه این چیزها هست. پس تمام اینها این هستش که اگر ما اون رابطه اصلی رو نداشته باشیم با خداوند، اگر اون تصور واقعی که خداوند میخواد ما از او داشته باشیم او رو نداشته باشیم، واقعا اون عشق و محبت و فیض خداوند رو که برای ما داره هیچ وقت نمیتونیم دریافت بکنیم. این تصورهای غلط میتونه حتی توی زندگی‌های روزمره ما اثر بسیار منفی داشته باشه، چون رابطه های ما در زمانی میتونه شکل بگیره که ما از هم اون درک رو داشته باشیم و بستگی داره چه درک و چه تصوری از هم داریم. اگر تصور واقعی شکل اصلی همدیگر رو از هم داریم، پس میتونه این رابطه بسیار نزدیک و شیرین باشه، اگر نه میتونه بسیار سرد باشه و اون دیوار بزرگ بینش باشه. آیا شما اینطوری هستید؟ آیا واقعا شما اون تصویر اصلی رو از خداوند دارید؟ آیا واقعا اون خدای عشق و محبت رو شکل اصلیش رو میدونید؟ میشناسید؟ پس با ما باشید، برمیگردیم، میریم کلیپ بعدی رو نگاه میکنیم و برمیگردیم با شما خواهیم بود. متشکرم. متشکرم. کلیپ. هیچ حسی ندارم با قوت مسیحم چون آب و میخرام.
گشنه بمیره گنه تنها میونه سهرا حالی بمونه آبون از رمه سرد و تنها از رمه سرد و تنها من شادم در خدا من هیچ خسته ای ندارم با قوت مسیحم چون آهو میخرامم من شادم در خدا من هیچ خسته ای ندارم با قوت مسیحم چون آهو میخرامم دوستان عزیز برگشتیم در برنامه چهره ها هستم با شما عزیزان و سومین برنامه چهره ها هست. اول از همه میخوام از این سرودی که الان پخش شد واقعا تشکر بکنم از Nations in Praise یا فارسی پریز و یا پرستش.com که این سرود بسیار زیبا رو به ما دادن و متاسفانه نمیتونم اسم این عزیز رو اعلام بکنم و ولی واقعا خدا رو شکر میکنم برای وجودشون، خدا رو شکر میکنم برای صداشون و خدمتشون. امیدوارم هر جایی که هستن قوت و برکت خداوند باهاشون باشه و همیشه محافظت خداوند، خداوند محافظتشون بکنه هر جایی که هستن. و چقدر خوشحالیم که خداوند عزیزانی به ما عطا میکنه با این تالنت، با این استعدادها، استعدادهای زیبا که بتونیم از اونها لذت ببریم، واقعا واقعا اون وجود شیرین خداوند رو احساسش بکنیم. پس همونطور که گفتم در سومین برنامه چهره ها هستیم. همونطور که یادتون هست هر هفته سعی میکنم مهمان عزیزی داشته باشم اینجا تا با شما عزیزان آشنا بشه. این هفته مهمان عزیزی دارم، بسیار بسیار خوشحال هستم که در خدمت مهمان عزیزمون هستیم. اورای عزیز، مرسی. خوب هستین؟ روزتون بخیر باشه. مرسی که تشریف آوردین در این برنامه. خیلی خیلی خوشحالم که فرصت کردین و تشریف آوردین. دوستان مرسی عزیز از دعوتتون. خواهش میکنم. اورانوس عزیز، شاید خیلی هاتون با چهرهشون آشنا باشید، ولی بسیار بسیار فرزند هنرمند خداوند هستن. خداوند هنرهای بسیار زیبایی بهشون داده و استعدادهای بسیار زیبایی بهشون داده که حالا میخوام بیشتر از خود ایشون بشنویم. مرسی. راستش استعدادها و این هنرها و این در واقع عطیه هایی که خود خدا داده، آمین، ما فقط داریم ازش استفاده می‌کنیم. اون لوله است که از ما عبور میکنه تا به دوستان برسه و هم خود خدا شناخته بشه بیشتر برای بقیه و هم بقیه نجات ها رو بگیرن، آمین، و با خدای زنده ما آشنا بشن. درسته درسته. میدونم شما خیلی کارهای مختلف میکنید و
شاید منم خودم فقط دیدم یه سری چیزها رو، ولی دوست دارم که عزیزان ما متوجه بشن که چقدر سخته واقعا همه این کارها، بسیار سخته، ولی با همون سختش یه لذت و شیرینی دقیقا، هم داره. دقیقا، وقتی کاری از روح خدا باشه و اون مسح خدا باشه، یه لذت و سهولتی درش میاد، مثل همون روغنیه که این پیچ و مهره ها رو نرم میکنه تا بسته بشه، دقیقا همینطوره. برای نمیدونم شما حتما میدونید که برنامه های جویس مایر رو هم دوبله میکنم و هم ترجمه میکنم، و خب برای ترجمهش یه مقدماتی لازم داره، برای دوبلهش یه سری، برای ترجمه خب باید اینا رو اول بخونم خوب تا قشنگ دستگیرم بشون معنی اصلیش، منظور اصلی نویسنده چیه یا گوینده چیه، بعد اینا رو تدوین کنیم، بعد بریم توی اتاق ریکوردینگ ضبط بکنیم، و بهتون میگم سارا جان این اتاقا یک در یکه و تمام ساندپروفه که وقت صدایی بیرون نره بیاد، و من باید مثلا اقلن 4-5 ساعت اونجا باشم که اینو دقیقا بتونم انجام بدم و بینش بریدگی نباشه، کاتی نباشه. که پس شما در یه سلول هست خلاصه، دقیقا سلول یک نفره، یه سلول یک در یکی ساندپروفه خلاصه، ولی خب یک لذتی درش هست، چون وقتی که کلام خدا رو میگی، وقتی که از خدا میگی، وقتی که میدونی این کلام میره اونجا و قلب ها رو لمس میکنه، یه لذت دیگه ای داره. درسته. این یکی از کارهایی که خدا اجازه داده از طریق اون انجام بدم. ولی خب همونجوری که گفتی خدا عطایای زیادی به همه ما داده، فقط مهم اینه که ازش بله و ازشون استفاده بکنیم. وقتی شروع کنیم خود خدا قوتش هم میده و مسیح روح القدس که باشه خیلی آسون انجام میشه. درسته. ولی خب از کارهای دیگه پرسیدین، خب هم نویسندگی نمایش اینا رو میکنم، هم بازیگری میکنم، و به قول معروف دیگه از A to Z رو ما باید خودمون، از الف تا ی رو باید خودمون انجام بدیم، چون تسهیلات به اون صورت نیستش که توی نمیدونم ABC و NBC و برنامه‌های تلویزیونی دیگه هستش، یه قدری سخت‌تره، ولی همونجوری که گفتم با قوت خدا انجام میگیره، انجام میشه. خدا رو شکر خیلی عالی. البته اون قسمت بازیگری که گفتین دوستان عزیز، من خودم چند تا برنامه های آراجون رو دیدم و واقعا زیباست، چون هم یه مقداری به صورت کمدی هست که اون شیرین و خیلی بسیار شیرون و لذت بخشه، و هم این که مهمترین چیز این هستش که در هم در این حال که کمدی هست، ولی ریشهش میره به وصل میشه به خود خداوند، و توی این برنامه ها همیشه یه مسیج، یه پیغام قشنگی توش هست. و یادمه که یه فکر میکنم پروانه ها رو کی بود؟ دکتر پرویزی بود و یه پروانم بود، یه برنامه پروانه میگید شاپرک خانم، شاپرک بل. بسیار بسیار زیبا بود که من چقدر لذت بردم، و اون دکتر پرویزی رو فیلمشو گرفتم و چند بار اینو واسه خودم تکرار کردم، چون انقدر بانمک بود این برنامه و فانی بود به قول معروف، خیلی لذت بخش بود. خدا رو شکر واقعا شما این به قول شما همه عطایا رو خداوند داده به همه کس. بله، هر کی یه چیزی داره دیگه. درسته، اینه که چطوری ما این استعدادها رو واقعا متوجهش بشیم و ببینیم که کجا ازش استفاده کنیم. متاسفانه یک سری هستن استعدادها رو اصلا بهش اهمیت نمیدن، یعنی یا اینکه نمیدن، چشم گوششون انگار بازی نمیگیرنش. یه سریام هستن اشتباهی میگیرن. دقیقاً. اونه که اشتباهی میگیره. اونش دیگه. ولی خب خیلی سخته این تشخیصش سارا جون. برای اینکه آدم مثل یه چیزی توش قلقل میکنه، میخواد اینو نشون بده، و بعد میگه خب چجوری؟ مثلا من خودم قبل از اینکه خب به مسیح ایمان بیارم، خیلی کارهای تلویزیونی کردم، چه پشت دوربین چه جلوی دوربین، باز همون از برنامه های بچه ها، پروداکشن برنامه بچه ها بود، حتی اخبار میگفتم، ادیت میکردم، تمام اینا رو باید راستی یه نوارم برای بچه ها ساختیم که خیلی حالت فرهنگی و اینا بودش که میخوندیم، و موزیک ویدیوهای متفاوت و اینا، و خب اینا رو استفاده میکردیم، ولی برای جلال خدا نبود، برای جلال خودم بود. برای اینکه من بله من اصولا خیلی آدم هنرمندی هستم و همه بشناسیدم و همه بدونین، و خب یه جورایی این
غروره میزد بالا. درسته. و چون غروره میزد بالا شما همیشه احساس میکنی که یکی ازت بهتره، یه جای باید بری برسی، مثل یه مسابقه است. درسته. ولی وقتی برای خدا میکنی اصلا یه احساس آرامش، احساس خوبی با آدم دست میده، چون میدونی کار مفیدی میکنه. و در ضمن خیلی باید مواظب باشیم، چون بعضی وقتا پیش میاد این غروره از این گوشه و کنارای نفسه میخواد بزنه بالا. ولی خیلی مهمه که این وسط جلال دوزی نکنیم از خدا. درسته. چون قراره که یکی دیگه اینجا مشخص بشه و شناخته بشه، نه من، نه سارا جون، نه هیچ کدوم از دیگران. عطیه مال خداست، مسخش هم به ما داده، ما فقط اجرا میکنیم. بله دقیقاً، دقیقاً همینطوره. چون این که شما گفتین خیلی مهمه که بیشتر وقتا غرور هست که میاد و واقعا اون کار خداوند رو خراب میکنه. دقیقا. نمیذاره واقعا خداوند کارشو انجام بده، چون ماها همه وسیله دست خداوند هستیم و خداوند از هر طریقی به نوعهای مختلف میخواد از تک تک ماها، از من و شما، شمایی که دارین برنامه رو نگاه میکنین، از تک تکمون استفاده کنه به یه نحوی، به یه نحوی. شاید بعض وقتا ما خودمون احساس کنیم که نه، من نباید این کار بکنم، ولی اگر بیشتر بهش دقت کنیم و واقعا دریافتش کنیم، خداوند شاید از اونجایی که ما نمیخوایم میخواد استفاده بکنه. آره، یه وقتا هم اگه توجه کرده باشید، ما وقتی یکی دیگر رو میبینیم یه کاری میکنه، خیلی دلمون میخواد که ما هم اون کار رو بکنیم. مثلا شما که صدای خوبی دارید، منم دلم میخواد ببینم خیلی قشنگ میخونید و خیلی لذت بخش و هم لذت برن، فکر میکنم اگه منم بخونم همون میشه. درست. اونجا میشه که کار خراب میشه. درست. یا مثلا اگه یکی بازی میکنه یا هر کدوم اینا، بله. یه قدری برای آدم چیز تشبیه به وجود میاد که نکنه منم اون کارو میتونم، بعد همونجا خراب میشه. در حالی که خدا برای هر کدوم از ما یه عطیه مخصوصی برای خود ما داده. درسته. خب درسته دیگه. مثل اینکه یه تلفن داریم، اگر اجازه بدین این تلفن رو بگیریم. بعد الو، الو، سلام. الو سلام، حالتون خوبه؟ مرسی، خیلی ممنون. خواهد سال شما هستی؟ بله بله، بفرمایید. زنده باشین. خیلی ممنون از برنامه تون. من خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون و امیدوارم که همیشه در خدمت خدا موفق و معید باشین. خواستم از فرصت استفاده کنم، خواهر اورانوس اینجا هستن، یه سلام خدمت ایشون داشته باشم و بهشون بگم که من بی نهایت ازشون ممنونم برای این ترجمه جویس مایر برنامه هاشون، چون هر روز ایشون برای من واقعا یه پیغام داره و تو زندگیم از پیغامه ایشون خیلی استفاده کردم. من هر روز داروی خواهر آرانوس هستم در هر صورت. خواستم اینو به خدمتتون برسونم که ممنون که ما رو کمک میکنید. من از ایران زنگ میزنم. مرسی عزیزم، چقدر لطف دارین شما. حالا شما سلام علیک بکنید. بله، تاریخ میگم، من البته صدا ندارم، فقط از اون اتاق شنیدم. راست میگی. آره، ولی به هر حال یه قدرش رو شنیدم و خیلی متشکرم از اینکه توجه میکنیم به برنامه و افتخار منه واقعا که میتونم این خدمت رو بکنم. و چقدر خوشحال میشم وقتی میبینم یه کسایی تاچ میشن، به این مسئله لمس میشن و لذت میبرن، چون نشون میده که واقعا کار خدا وقتی که از دل باشه بر دلها میشینه و نتیجه میده. آمین، متشکرم. جالب اینجاست که خدا به من پیغام میداد، چون من خواهرام تو سر کار هستن، تو اون ساعتایی که پخش میشه نمیتونن ببینن، من هر روز برنامه رو ضبط میکنم، بعد به تعداد که میشه میریزم تو سیدی بهشون میدم که اونا هم استفاده کنن. من خیلی ممنونم از محبتتون، امیدوارم که همیشه خدا به شما توفیق بده، سلامتی بده، برکت بده، ادامه بدید. خیلی ممنونم. زنده باشید. خدا بهتون برکت بده. ببخشید خواهر عزیزم، اسمتون رو لطفا به ما بگین. من خواهر کوچیکتون شهناز هستم. لطف دارین، لطف دارین. خیلی خوشحالم شهناز جون. مرسی، مرسی که زنگ زدین، لطف کردین. واقعا باعث خوشحالم. قربونت برم. مرسی، خیلی ممنون که برنامه ها همینطور داره توسعه پیدا میکنه. من در دعا هستم برای شما. مرسی، I love you. خیلی ممنون از لطفتون. زنده باشید. روز و شبتون بخیر باشه. خیلی گلم. زنده باشید. شهناز عزیز، البته ایشون گفتن خیلی جالبه، من یه چیز دیگرم بهت بگم، شاید فرصت نشده بود که بهت بگم، معذرت میخوام، ولی چون تشویقه، خداوند میخواد که ما همدیگر رو تشویق بکنیم واقعا، چون در کلام خدا هم نگاه بکنیم همیشه هستش که خیلی جا که تشویق بکنیم، باعث تشویق بشیم، باعث برکت بشیم.
من یادم رفته این تشویق به شما میگم، معذرت میخوام. من چندی پیش عزیزان که میدونن من به طرق مختلف عزیزان از همه جاهای دنیا با من تماس میگیرن و سوالا و چیزهایی رو میکنن. خواهر عزیزی، دختر عزیزی بر من با من در تماس بودن و متاسفانه مشکل بسیار بزرگی در ازدواجشون داشتن و با هم خیلی صحبت کردیم و گفتم، واقعا بهشون گفتم که تنها کاری که تو میتونی بکنی الان باید واقعا وقت بذاری با خداوند، وقت بذاری با خداوند و از خداوند بشنوی و ببینی که واقعا خداوند میخواد که تو در این زندگی چی کار باید بکنی. یه روزی به من دوباره تماس گرفت و گفتش که خواهرسارا، من تصمیم گرفتم توی این زندگی بمونم، چون برنامه جویس مایر رو گوش میکردم، پیغام بزرگی از جویس مایر گرفتم و واقعا خوشحال شدم که خداوند از همه طرق مختلف برای ما گذاشته که ما صدای او رو بشنویم، صدای او رو بشنویم، محبت او رو بگیریم و واقعا توی زندگی هامون اون چیزی رو که خداوند میخواد باشیم، اون عشق و محبتی که خداوند میخواد به هم دیگه بدیم، باعث تشویق باشیم. به هر حال من خواستم اینو بگم که من امساری من اینو زودتر نگفتم. یه خط دیگه داریم، پس این خط رو میگیریم، بعدن میریم کلیپ های شما رو، عکس های شما رو نگاه میکنیم. سلام، شما روی خط هستید، بفرمایید. سلام، خسته نباشید خواهرم، وقت بخیر. خیلی ممنون، مرسی. شما هستم، از اصفهان زنگ میزنم. عرضم به حضورتون که نمیدونم باید با چه زبونی صحبت بکنم، از اینکه مسئولین تلویزیون بسیار شما زحمت میکشین، صدای ما رو به کل این دنیا میرسونین. این استبدادی که هست داخل کشور ما، تمام زبونای ما بلند شدن که بتونن با آزادی که بتونن اینا رو از مملکت خودشون بیرون کنن. ببخشید آقای محترم، ببخشید، متاسفانه برنامه من راجع به این مسائل صحبت نمی‌کنه، ما داریم راجع به چیز دیگه صحبت می‌کنیم. شما اگر راجع به این مسائل می‌خواید صحبت بکنید، می‌تونید در برنامه‌های دیگه زنگ بزنید و ما متاسف هستیم برای هر مسئله‌ای که در ایران به وجود میاد و واقعا وظیفه ما این هستش که دعا بکنیم، عزیزان رو دوست داشته باشیم، براشون دعا بکنیم و از خداوند طلب آرامش بکنیم براشون و طلب حکمت بکنیم براشون. متشکرم که زنگ زدید، خیلی ممنونم. خب مثل اینکه یه کلیپ دیگه داریم، ولی فکر میکنم هنوز یه مقداری وقت داریم که یه کمی دیگه بیشتر صحبت بکنیم. اورانوس جان، خیلی سخته، من خودم میدونم که چقدر سخته که وقتی که چیزی رو میخواین ترجمه بکنین، چون من خودم همین کار میکنم. بیشتر دیووشن هایی که من دارم توی تیوی، دیووشن هایی که ضبط میشه، بیشتر چیزهایی که دارم همه اینها از انگلیسیه و من خودم اینها رو ترجمه میکنم و میدونم که چقدر سخته، میدونم که شما چقدر، و یه بارم که داشتیم با هم دیگه ملاقات میکردیم، شما داشتین ترجمتون آورده بودین که ترجمه بکنین. یه مقداری در مورد این هم بگین که چطوری پیش میره. اینا مثلش مشق شب من میمونه و مثل یه چجوری بگم، به هر جا که میرم باهامه، تو رخت خواب باهامه، یه وقت نصف شب که بیخوابی به سرم میزنه اینا رو در میارم و شروع میکنم خوندن و هم خودم برکت میگیرم و هم چقدر لذت میارم وقتی که میتونم یه مثالایی رو که مترادفه با اون مثالای امریکایی که انگلیسی که خانم جویس مایر استفاده کرده، چقدر لذت بخشه که درست اونو پیدا میکنم و اونو استفاده میکنم و مطمئنم که خیلی به دل میشینه، چون مثلا واقعا یه چیزایی برای آدم باز میکنه و میزنه به هدف. درسته، خیلی این برام جالبه. مثل اینکه تلفن داریم ها؟ بله، مثل اینکه تلفن داریم. ولی یه کمی صبر بکنیم. وقتی که شما چیز میکنین اینا رو، خیلی جالبه، فکر کنم برای دوستان خیلی جالب باشه، وقتی که شما مثلا این انگلیسی رو میخونین یا گوش میکنین، چی کار میکنین؟ چطوری اینو هی برمیگردونین، میرین کتاب های دیگر رو نگاه میکنین، ترجمهش میکنین، تو فکرتون اینا رو به فارسی چیز ترجمه میکنین، چجوری میشه؟ خیلی جالب اینه که میگید، برای اینکه اتفاقا یه سمینار ترجمه رفته بودیم، خیلی جالب بود.
خیلی مهمه که فارسی آدم بهتر از انگلیسیش باشه چون اون رسوندن مطلب به به خواننده اون کتاب خیلی مهمتر از اون چیزیه که حالا کلماتی که اونجا به کار میبرن. اینه که معمولا بعد از اینکه قبل از اینکه بخوام اینو ترجمه کنم یه چند تا کتاب فارسی میخونم که کلماتی باشه که مترادف با اونایی باشه که من توی این ترجمه ها استفاده میکنم. بنابراین به قول معروف یه جوری انگار رو ریل میافتم که بتونم اون رو اون مطلب رو اون کانسپت رو برسونم اون چیز کلی که حالا چون قبلش هم مرا خوندم میدونم که مطلب اصلی که ایشون میخواد برسونه چیه. ولی خب در این حال باید اون وفاداری رو داشته باشه آدم که اون چیزی که واقعا اون میگه کلمه به کلمه ترجمه بشه. ولی بعضی وقتا یه چیزی که هست اینه که کلمه های انگلیسی وقتی که آدم میخونه خب خیلی قشنگ تره، وقتی میخوای به فارسی برگردونی اصلا میبینی بیمعنی میشه. دقیقاً اصلا یه وقتا جوکایی میگه که مثلا قابل ترجمه نیست. حالا من نمیدونم بیننده‌هامون اینقدری شاید انگلیسیشون بلد باشن، میدونم که تو ایران خیلی ها بلد هستن. مثلا میگفتش که یه بار یه جوکی گفتش که میدونستید که مردا باید کار بکنن نه خانما؟ بعد میگفتن که چرا؟ اینا میگفتش که به خاطر اینکه مردا باید قهوه رو همیشه درست کنن صبح که بلند میشن. مردا گفتن چرا؟ گفت برای اینکه توی چیز توی کتاب عبرانیان که به انگلیسیش میشه هیبرو این یعنی هی اون هستش که باید کافی رو برو کنه، کافی رو دم کنه، چون به انگلیسی برو یعنی دم کردن، هی هم که یعنی اون. بعد میگوندش که حالا هیبرو یعنی مردا باید قهوه درست. حالا شما ساره جون فکر کنم اینو چجوری ترجمه کنم؟ نه اصلا مثلا شاید بی‌معنی باشه. دقیقاً دیگه اصلا اونو نمیتونم چون اصلا کلمه انگلیسیه، من چی هی و برو و فلان اینا اصلا نمیتونم. اینه که مجبورم یه جوکی مترادفی با اون پیدا کنم بتونم بگم. حالا اینو ممکنه مثلا 24 ساعت بگم 48 ساعت یه هفته روش فکر کنم تا بتونم اون رو انتخاب کنم. برای همین دوستان عزیز میگم واقعا فکر میکنم این شما وویس اوور که میذارین برای جو اسمایل و ترجمه ای که میکنن ایشون به همین راحتی ها نیست، به همین راحتی ها بسیار سخته، بسیار وقت میگیره، بسیار لذت میبره آدم. نه در این حال که سختیه، میدونی مثل چی مونه؟ مثل جدول میمونه، مثل معما حل کردنه. من همیشه یادمه که هم خودم هم مامانا تو ایران جدول حل میکردیم، نمیدونم حرف رابط چی میشه، نمیدونم از این چیزه. حالا اینم دقیقا همینجوره، وقتی جدول و مثل جدول معما مینه که دنبال یک کلمه به خصوص بگرد آدم. درسته. آره خیلی خب دوستان عزیز یه تلفن دیگه داریم، اگر این تلفن رو میگیریم و بعد میریم به کلیپ بعدیمون. بفرمایید شما روی خط هستید. سلام. سلام، حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. خواهر و سوار شما هستید؟ بله خودم هستم، بفرمایید. من سلام میکنم خدمت دوتا باغ گل خداوند، خواهر اورانوس و خواهر سارا. خیلی تشکر میکنم از شما. خواهر سارا خیلی من از شما برکت میگیرم از صدای خیلی خوبتون و برنامه‌ای که با کشیش سارو داری. خیلی خیلی برکت میگیریم، خیلی تشکر میکنیم. من یوحنا هستم، از ایران تماس میگیرم. خیلی خوشحالم. در خدمت خواهر گلمونم خواهر اورانوس خیلی ارادت دارم من به ایشون، خیلی دوست داشتم باشون صحبت بکنم. الان دیگه فرصت و غنیمت شمردم که تو این برنامه هستم. بخواستم یه خاطره بگم که از خواهر اورانوس که تو برنامه های خانم مایر هست. یه روز من خواستم برم یه وام بگیرم، وام زیادی بود، بعد وامش هم 5 ساله بود، قسطاش هم سنگین بود. صبحش که میخواستم برم بگیرم قبلن و ساعت 12 پخش میشد. برنامه رو که دیدم خانم مایه گفت میخوای بری یه وام بگیری که 5 سال هم میخوای قسطشو بدی، برای تو سنگینه، بقولی بهت فشار میاد توی زندگی. توی این برنامه که اینطوری عنوان که من فریادی کشیدم، خانم هم از اون اتاق اومدیم و که چی شد؟ گفتم خانم خداوند صحبت کرد. گفت چیزی؟ گفتم ببین خانم مایه گفت گفت میخوای این وامی رو که میگیری برای تو سنگینه، اتفاقا قسطش هم 5 ساله بود. خانم مایه میگفتش که این از وام شما 5 ساله است و به شما فشار میاد، چرا میخوای بری از یه بار یه همچین وامی که بخوری تو زندگی دچار مشکلاتی بشی؟ و این خیلی اون روزی البته
بعد هم ما خیلی داریم برنامه رو نگاه میکنیم، حتی میشناسیم کسایی که این نقطه میشن برنامه خانم هایی رو نگاه میکنن، خیلی بهتر میگیرن، انگار زندگی ماها خیلی روم، خیلی جالب، خیلی اصلا باری چطوری بگم شیده از تحریک بکنم بگاه میشین خور ما خانم هایی داره صحبت میکنن از زندگی ما مطمئن خانم هم مرسی آقای یوحنا، فکر میکنم تلفنتون قطع شد، متاسفانه صدا خیلی خراب، فکر میکنم قطع شده، ولی متشکرم که زنگ زدین، خیلی ممنونم از لطفتون، از تشویقتون برای من، برای اورای عزیز و همینطور که چقدر خوشحال هستیم که این برنامه ها رو شما عزیزان تماشا میکنید و از هر کدوم اینها برکت مخصوصی میگیرید. خیلی متشکرم از تلفنتون. این نشون میده که واقعا این از خداست، این برنامه چیزی نیست که من کرده باشم یا خانم جویس مایر، اصلا ربطی به ماها نداره، همونجوری که ایشون گفتن واقعا خدا از طریق اینا با آدم حرف میزنه. و چقدر خدای مهربونیه که از هر چیزی استفاده میکنه برای اینکه قلب ما رو لمس کنه و راههای درست رو به ما نشون بده. آمین. مرسی، مرسی واقعا خداشو برای خدمت شما. پس میریم کلیپ بعدی رو میبینیم و برمیگردیم با شما هستیم. برای مقابله با یأس و ناامیدی باید یاد بگیریم که چگونه از گذشته خودمون رها بشیم. ما با انتخاب بخشیدن کسانی که به ما خطا کردند و باعث عذاب و ناراحتی ما شدن و امید به این که خداوند اون زمانهای از دست رفته رو دوباره به ما برخواهد گردانید، میتونیم با یأس و ناامیدی مقابله کنیم. وقتی که شما بخشش خداوند رو دریافت کردید، از جبران اشتباهات گذشته خلاص شدید، به آینده نگاه کنید که خداوند چه چیزهایی رو برای شما در نظر داره. اجازه ندید که افسوس دیروز شادی فردای شما را از بین ببره. هر چیزی که در گذشته اتفاق افتاده، خداوند میتونه اونها رو برای ما جبران کنه. امروز رحمت، فیض و بخشش خداوند رو دریافت کنید و به جلو نگاه کنید، به نقشه زیبایی که خداوند برای آینده همه ما داره. برگشتیم دوستان عزیز، با شما هستیم. امیدوارم که تا این لحظه برنامه لذت برده باشید. همینطور که شنیدید در این کلیپ داشتم راجع به این صحبت کردم که چقدر عالیه که ما بتونیم گذشته خودمون رو ببخشیم، افرادی رو که به ما ضربه زدن اونها رو ببخشیم و با بخشیدن اون اول از همه خودمون اون آزادی رو میگیریم و خودمون شادی رو برای خودمون فراهم میکنیم که اون قلبمون رو آماده میکنیم تا بتونه خداوند برکت ها و فیض و رحمت خودش رو به ما بده. پس اینکه به جلو نگاه کنیم، گذشته رو فراموش کنیم و بریم جلو تا بتونیم روزهای بهتر و قشنگتری در خداوند داشته باشیم. خب اورانوس جان دیگه برامون بگو، میدونم که شما یه مقدار زیادی چیز کارهای برای بچه ها هم میکنی. یادم میاد که سالهای سال پیش یه موقع شما برای برنامه بچه های برنامه بزرگی درست کرده بودیم و من شما را اون موقع برای اولین بار اون موقع دیدم، فکر میکنم حدود 20 سال پیش. بله درسته. 20 سال پیش. آره حدود تقریبا 20 سال پیش میشه و اون موقع با شما آشنا شدم و میدونم که خدمت میکردین برای بچه ها. دوستان عزیز متاسفانه فکر میکنم من این گوشیمو از دست دادم، نمیدونم کجا رفت این گوشی من. شما میبینی گوشی من رو؟ چون یه تلفن داریم. مرسی. یه تلفن داریم، این تلفن رو بگیریم و دوباره برمیگردیم ببینیم که اورانوس جان چی داره و یه سری عکس داریم از اورانوس عزیز که عکسایی که رفته در کشورهای مختلف، اونها رو بعداً با هم دیگه میبینیم. اجازه بدین من این خط رو بگیرم، این گوشی خیلی اعصاب منو خراب کرده. Thank you.
خب مثل اینکه قطع شده این خطمون داره بوق میزنه. خب اورونوس چون برامون بگو، شما میدونم که مسافرت های زیادی هم میرین. بله اول بزنیم برگردیم به اون برنامه که گفتید همونجوری که بله بچه‌ها اون موقع ها من قبل از اینکه با مسیح آشنا بشم همونجوری که گفتیم برنامه بچه‌ها درست می‌کردم و یکی دیگه از بغیر از اینکه برنامه تلویزیونی برای بچه‌ها درست می‌کردم برنامه‌هایی رو درست می‌کردم که می‌بردم روی صحنه و یه تنه از تمام برنامه حالا صحنه آرایی با بچه‌ها رو آماده کردن شاید یک سال دو سال من با بچه‌ها کار کردم تا بتونم اینا رو رو صحنه برم. بعد از بچه مثلا 3 ساله داشتیم تا 16 17 ساله که خب اینا رو تمرین می‌دیدیم و هر کدوم هر هنری که داشتن اونجا می‌بردن. بعدم یه دونه نمایش کوچولی درست کرده بودیم از روی کتابی که خونده بودم، این نمایش رو با این بچه 3 ساله اجرا می‌کردیم که خیلی جالب بود و خیلی جالبه که تمام بلیتام هم سولدات میشد، همه شلوغ میشد و در فکر کنم 4 دفعه این رو توی سنحوزه برنامه رو اجرا کردیم. سال بعدیتون چی بود؟ گفتم که برای سفرهایی که میرم خب قبل از اینکه ایمان بیارم خب همینجور من همه کار میکردم به خاطر اینکه احساس میکردم که منم، این منم که هنرها دارم، این منم که هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم. بعد از اینکه خلاصه قواسی رو یاد گرفتیم، 80 فیت زیر دریا رفتیم، نمیدونم از هواپیما پریدیم یا فلان کردیم اینا، فکر کردم که پرجرأتی هنوزم هستم ولی میگفتم پرجرأتی، این غرغره این غروره باز میزنه بالا، حواسم باشه وقت تعریف میکنیم نه ولی جلال دوزی نکن. خلاصه یکی از کارهایی که میکردم برای که میخواستم بیشتر و بیشتر بدونم دور دنیا سفر میکردم، حالا کشورهای متفاوت اینا، دلم میخواست با فرهنگ اونا آشنا بشم و ببینم اونا چه خدایی رو میپرستن. و دقیقا یادم میاد که مثلا رفته بودم پاریس با خواهرم، اون رفته بودیم موزه لوور و اینا رو نگاه میکردیم، اتفاقا ورودی خیلی سنگینی هم داشت، رفتیم خواهرم شروع کرد این تابلوها رو نگاه کردن و این عظمت اونجا رو، من اینا رو که دیدم اصلا به نظرم بی‌معنی میومد، این دیدم که خب حالا که چی سو وات، مثلا حالا اینا یه تابلوی رو درست کردن، خب البته هنرشون قابل تقدیره ولی دلم میخواست با مردم تست کنم. همون موقع شاید 2-3 دقیقه اونجا بودم، گفتم برو وقتی اومدی من تو حیات بیرون منتظر میشم و رفتم شروع کردم با این مردم صحبت کردن و خیلی جالبه با اینکه اون موقع هنوز به مسیح اعتقاد نداشتم ولی دنبال خدا بودم و فکر میکنم این برای همه ما مهمه که واقعا چقدر دنبال خود خدا هستیم، نه مذهب، نه مراسم اجرا کردن، قلبمون چقدر با خداست و هر کسی که کلام خدا میگه که اون رو صدا بکنه و دنبالش بره بله. اون نجات میده. و خب منم تو همه اینا هی رفتم که بلکه بتونم خدا رو بشناسم. و جالبش اینه که یه وقت ما فکر میکنیم که گم شدیم، سرگردونیم و خدا رو نمیتونیم پیدا کنیم و جالب اینه که خدا خودش میاد ما رو پیدا میکنه وقتی قلبامونو میبینه، وقتی دلامونو میبینه. بنابراین میخوام امروز از این فرصت استفاده کنم به بیننده های عزیز بگم که واقعا اگر که دلتون دنبال خدا باشه، اگر که دلتون شکسته ناراحتید و فکر میکنید تنها کسی که میتونه بهتون کمک کنه خود خداست، باور کنید که اگر صداش بکنید، اگه از صمیم قلب برید سراغش حتما جواب میگیرید. بعدم راهنماییتون میکنه، یعنی روح القدس رو میده که از اون به بعدم دیگه با قوت خودتون هیچ کاری نکنید، مجبور نیستید که زور بزنید با فشار یه کاری رو بکنید، میتونید با قوت روح القدس و با مسح روح القدس اون عطایی که دارید به نحو درست استفادهش بکنید. من هنوز دارم کلنجار میرم با این خب با این حالا بزنیم پس حالا که گفتیم من در مورد بخشش سارا جان یه چیزی گفت یادم افتاد که ما همیشه مخصوصا قبل از اینکه من ایمان بیارم، من که اینجوری بودم، شما رو نمیدونم، فکر میکردم که خب اگه من یکی رو ببخشم این همینجوری واسه خودش را بره، وقت من فراموش کنم این همه عذابی که سر من آورده، این همه اذیتایی که به من کرده. بعد از اینکه ایمان آوردم به مسیح فکر کردم که خب میگم ببخش دیگه، حالا چجوری اینو ببخشم؟ و خدا یه چیز خیلی جالب رو تو قلبم گذاشت و اون این بود که وقتی یه نفر بهت از پشت خنجر میزنه، وقتی که نبخشیش درست مثل اینه که این خنجره تو پشتت مونده و نمیتونی درش بیاری و داره همجور خون ازش میره و این خنجره بهت آویزونه.
وقتی که میبخشی مثل که این خنجره رو در آوردی و انداختی. یه زمانی طول میکشه تا این زخمت هیل بشه، شفا پیدا کنه، ولی در میاد و بالاخره درست میشه. ولی تا وقتی اون خنجره رو در نیاوردی در درد و عذاب هستی. پس اگه خدا بهمون میگه که ببخشید، به خاطر اینه که به نفع خودمون، به نفع دردمون کمتر میشه. دقیقاً همینطوره. حالا اگه اجازه بدیم بریم ما عکسای شما، اسلاید شما رو ببینیم، عکسایی که سفر کردین و دست عکسایی که خب این که سفری به اسرائیل کردم، به این دیواره که مال تو اورشلیم هستش، مال یهودی ها هستش، و اینا همه به خاطر این بود که بشناسیم که خدا چجوریه و اونجایی که مسیح قدم گذاشته چجوری به مصر و اینجا مصر و شطور سواری که اونم اینجا هنده که با پسرم هستیم و چقدر تجربه جالبی از هندش تاج محل و و میدیدین که به مردم اونجا به طریق خدا رو میپرستن و اون شادی که میخواستی در اونها نمیدیدی. ترکیه است و مشغول از دیوار بالا رفتن. ما میگن از دیوار راستم بالا میری، شرارت ها، شیطونی ها، بازیگوشی ها همینجور بود. ترکیه هستش و اینم مار بزرگ ده فوتیه که ما اونجا دیدیم و اینجا موضوع تخت نرد برنده شدم. اولین کاپو تو تمام شمال کالیفرنیا بردم، اول شدم. عروسی دخترم، اونم دخترم بود و بله دختر من که به تازگی عروس شده و دوستانی که آهای نمایش اخیره که مال توی کلیسا داشتیم. بله چقدر عالی. آره. پس شما قبرس و مصر و فرانسه و اینا رفت اسرائیل. آره. اسرائیل من فکر کنم یه 30-40 تا حداقل کشورا رو گشته باشم. بله. و خب سفرهای خوبی بود، چشم و گوش آدم هم باز میشه. بله. درسته. درسته. چون تو این سفرها آدم خیلی چیزها یاد میگیره. دقیقاً. همونطور که گفتین از لحاظ فرهنگیشون، از لحاظ اینکه واقعا چی دوست دارن، چی کار میکنن، چجوری خدا را پرستش میکنن. بله. اینها خب خیلی مهمه، خیلی جالبه که چیز کردن. خیلی عالیه. و عروسی دخترتون هم که آره دخترم بله بله یک سال نمیشه و چقدر خوشحالم که وقتی من ایمان آوردم خدا میگه که وقتی شما نجات پیدا کنین باقی خانوادتون هم نجات میدین. دختر و پسرم هر دو ایمان دارن و خادمن و خدا رو شکر الانم که دخترم درسش رو تمام کرده، دکتر روانشناس شده. پسرم هم که کامپیوتر خونده و اونم مشغول کاره. یه تلفن داریم اورنس جان، تلفن رو بگیریم بعد برمیگردیم دوباره با شما. بفرمایید شما روی خط هستی. الو سلام علیکم. سلام، حالتون خوبه؟ حال شما خوبه؟ متشکرم، مرسی. شما خوب هستی؟ بفرمایید. زنده باشین، سلامت باشین. ببخشید من مسلمونم، الان داشتم برنامه تون رو میدیدم، افغان هستم، دیدم گفتم باشه با تون یه صحبتی داشته باشم، شاید بهره من چی مردم. مرسی از لطفتون. از خواهر برادرای افغانی واقعا ازشون متشکر هستم. همیشه لطف دارن، خیلی خیلی متشکرم و امیدوارم که هر جایی که هستید سلامت باشید و خوب باشید و قوت خداوند با تون باشه. زنده باشین، سلامت باشین. شما مسیحین، هم مسلمون هستم. بین شما و ما تقریبا چطوری بگم یه چیز کوچولویه. اون چیزم که برداشته شه، شما مسلمونی، منم مسیحیم. یعنی ما مسلمونا تنها مسلمون نیستیم، ما هم مسیحیم هم یهودیم، چون هم موسی علیه السلام رو قبول داریم، هم عیسی علیه السلام رو. و در قرآن شریف تقریبا بیش از یک سوره داریم به نام سوره حضرت مریم
و چیزی هو برادر عزیز، من متاسفم مثل اینکه شما صداتون قطع شد دوباره. این تلفن‌های ما یه مقداری صداها قطع میشه، ولی همینطور که شما گفتین که قبول دارین مسیح علیه السلام و موسی علیه السلام مثل اینکه همچین چیزی رو گفتین، ولی خب این نظر شماست، ولی نظر ما نظر دیگه‌ایه. ما طور دیگه‌ای خداوند طور دیگه‌ای خودش رو به ما نشون داده و اون محبت خودش رو در قلب ما گذاشته و واقعا اون نجات عظیم رو به ما داده. من فکر میکنم این نجاتی که ما در عیسی مسیح داریم، فکر میکنم از هر چیزی در دنیا مهمتره. اون نجاتی که ما واقعا بهش اعتماد داریم، ایمان داریم که خداوند عیسی مسیح روی صلیب خونش رو داد، جانش رو داد برای نجات من و شما، نه اینکه فقط برای من و ایشون، برای من و شما برادر عزیز، برای تک تک انسان‌های روی زمین. این دیگه بستگی به شما داره، میخواید قبول بکنید میخواید قبول نکنید. اینجا هیچ کس کسی رو فورس نمی‌کنه، با فشار زور نیستش. و این هدیه‌ایه که خداوند برای تک تک ما گذاشته و اون ما هستیم که بگیریم این هدیه رو یا اینکه نگیریمش. دست شماست، هر جوری که شما دوست دارید میتونید اینو داشته باشید. ولی اینکه فقط میخوام اینجا بهتون بگم که گوشتون رو باز کنید، چشماتون رو باز کنید و اجازه بدید که خداوند اون شکل اصلیش رو به شما نشون بده و صدای خداوند رو بشنوید. اون موقع وقتی که شنیدید، واقعا با اون قلب بازتون اگر اون رو شنیدید، اون آرامش و شادمانی که همه دنیا دنبالش دارن میگردن، اون موقع به دست خواهید آورد و اون موقع است که فکر کنم دیگه سوالی براتون پیش نخواهد اومد. پس سعی کنید که یه مقداری من میگم قلبتون رو تحقیق بکنیم. خدا این رو برای هممون گذاشته که بتونیم تحقیق کنیم و ببینیم که چی بهتره، چی جوریه. ولی یه چیزی که من فکر میکنم در مسیح هستش که با بقیه فرق میکنه، اون فیضی که مسیح بله. به ما داده، اون دوست داشتنی که رحمتش رو بله. دوست داشتنش که مجانیه. معمولا در هر مذهبی که نگاه بکنید یه سری اصول و قراردادهاست، میگن بدت خودتو تمیز بکن، این گناهاتو بذار کنار، نمیدونم آدم دیگه بشو، بعد من خدا قبولت میکنه و بغلت میکنه. در مسیحیت میگه که من تو رو همون جور که هستی، خدا میگه که همون جور که هستی دوستت دارم، بغلت میکنم، خودم پاکت میکنم و خودم جدات میکنم، تقدیست میکنم تا اونی رو که من میخوام باشی. بس احتیاجی نداره که کار شاق و فوق العاده ای رو انجام بدیم، فقط کافیه که تحقیق کنیم. من مطمئنم که وقتی آدم دنبال خدا میره، خدا نه مذهب، چون مذهب تو رو محدود میکنه به یه سری کارهای به خصوصی، در حالی که خدا دستش برای هممون، آغوشش برای هممون بازه و بین هیچ کدومون هم فرق نمیذاره. میگه این چیزی که همونجور که شما گفتید، هدیه‌ای که به همتون میدم، هر کدوم خواستید بگیرید، بازش کنید، لذت ببرید. یه سری میبینیم هدیه‌سا ولی میذاریم تو تاخچه، میگیم حالا باشه آره باشه تا بعدن، ولی میتونیم بازش کنیم، ازش لذت ببریم. من توصیه‌ام اینه که اگر یه مسیحی رو میشناسید که در اطرافتون هست، یه کسی که واقعا با مسیح آشنا شده و قلبش به مسیح لمس، با وسیله مسیح لمس شده، اون رو باش بشینید بپرسید و ببینید چرا، چی شده، چه تغییری درش به وجود اومده که مسیح رو قبول کرد. من خودم سارا جان نمیدونم گفتم قبلنم، من مسلمون زاده‌ای بودم که دنبال حضرت محمد، دنبال تمام اینها بودم و سعی میکردم که بشناسم اسلامو، قرآن رو دو سه بار خوندم، خب برام یه سوالی بود. ولی وقتی که با مسیحیت آشنا شدم اصلا دنیام عوض شد، یعنی دیگه احتیاج نبود من کاری رو بکنم، چون روح القدس به من اجازه میداد که من کار، کافی بود که فقط من توبه بکنم و ایمان بیارم که مسیح به خاطر نجات من اومده و روی صلیب رفته. و شما هم امروز به همین سادگی میتونید خدا رو دریافت بکنید، مسیح رو دریافت کنید، اعتراف کنید، توبه بکنید از گناهاتون، یعنی برگردید و دیگه اون گناه ها رو نکنید و با خدای زنده آشنا بشید. دقیقا همینطوره. مرسی اورانوس جان که این توضیح قشنگم دادیم و واقعا همینطوره. ما بیشتر وقتا نمیخوایم، چشممون رو میبندیم، گوشمون رو میبندیم که نشنویم. بله. اینا همش از تعصبه و تعصبم از کمدانیه.
وقتی که ما اطلاعات کافی نداریم، وقتی که درها رو به روی خودمون میبندیم که چیزهای دیگر رو نشنویم و نبینیم، متاسفانه این حالت به وجود میاد. پس بهتره که یه مقداری چشمامون رو باز کنیم، گوشامون رو باز کنیم، یه مقداری به قول اینجا یا اوپن باشیم تا بتونیم چیزهای دیگر هم دریافت کنیم. خداوند میگه شما دنبال حقیقت برید، حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. پس اینی که حقیقت رو پیدا کنیم، تحقیق کنیم. بله. خب اورانوس جان، دیگه چی میخواستم ازتون بپرسم؟ از راجب ترجمه هاتون پرسیدیم، راجب برنامه هاتون پرسیدیم، از اسرائیل بگو برام. رفته بودی اسرائیل، چطور بود؟ خوب بود، ولی من اونجا رو یه مذهب دیدم. متاسفانه من راستش با مذهب و دین مخالفم و باور دارم که خدا میخواد ما باش یه رابطه نزدیک داشته باشیم. و هر جا که میری، چه به واتیکان که رفتم چه اسرائیل که رفتم، یک مذهب دیدم که مردم فرض کنین مریم رو میپرستن، یعنی براشون خیلی مهمه که مریم، البته خب مریم شخص خیلی مقدسی بوده و ما هم خیلی دوستش داریم، ولی اصل مطلب خود خداست، خود عیسی مسیحه که گفت من راه و راستی هستم، من حقیقت هستم، هیچ کس به جز به وسیله من نزد پدر نمی رود. این رو تشخیص دادن خیلی مهمه. متشکرم. بسیار که به آخر برنامه رسیدیم متاسفانه، ولی میخوام ازتون تشکر بکنم. مرسی که اومدین. از همه شما عزیزان تشکر میکنم. یادتون باشه عزیزان، برای دانلود کردن این آهنگ به Nations and in Praise یا فارسی Praise برید آهنگ ها رو ترجمه کنید، دانلود بکنید. مرسی. من مطمئنم که همه خوششون میاد. خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونم که دعوتم کردید، واقعا خیلی عالی بود. متشکرم. خواهش میکنم. مرسی که اومدین و میخوایم که از شما عزیزان که این برنامه رو ببینید.